آقای علی اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به اکبر هاشمی رفسنجانی، در شهریور 1313 در روستای بهرمان رفسنجان به دنیا آمد. در 14 سالگی برای فراگیری علوم دینی به قم سفر کرد و همسایه امام خمینی گردید. درس خارج را در مصدر آیات اعظم بروجردی، امام راحل، محقق داماد، گلپایگانی، شریعت مداری و فلسفه و تفسیر را در خدمت علامه طباطبایی آموخت و به درجه اجتهاد رسید. از همان نخستین روزهای شروع نهضت روحانیت به مبارزه پیوست که در این راه سالهای متمادی را در زندان بود. کارهای تحقیقاتی و پژوهشی را با نشریه مکتب تشیع شروع کرد و کتاب سرگذشت فلسطین را ترجمه کرد. سپس کتاب امیرکبیر را تألیف کرد. از زندان به فکر تدوین کتابی با عنوان کلید قرآن افتاد تا در لفظ و محتوا به کار قرآن پژوهان بیاید که حاصل آن فیش برداری های تفسیر راهنما در 20 جلد و فرهنگ قرآن در 33 جلد شده است. قبل از انقلاب در سال 1357 با حکم صریح حضرت امام عضو کمیته حل مشکل سوخت شد. شورای 5 نفره انقلاب را که در زمان مبارزات تأسیس کردند مورد تایید امام قرار گرفت. پس از انقلاب با حضرات آیات شهید بهشتی، شهید باهنر، آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی و هسته روحانیت شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی را بنا نهادند. به حکم امام سرپرست وزارت کشور شد. در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد و مسئولیت ریاست مجلس را به عهده گرفت که تا 3 دوره ادامه داشت. نماینده امام در شورای عالی دفاع، در مقطعی سخنگوی آن شورا، فرمانده ادامه جنگ و سرانجام جانشین فرمانده کل قوا و فرمانده جنگ شد. پس از رحلت امام به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در تمام دوره‌های مجلس خبرگان رهبری عضو آن مجلس و از سوی نمایندگان خبرگان بارها به عنوان نایب رئیس اول و یک بار به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. از نخستین روزهای تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام عضو مجمع و سپس از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و السلام علی رسول الله و آله. بنده برای بیان نظراتم در این برنامه صدا و سیما شرکت کردم. خب من نظراتم همون نظرهایی است که جمهوری اسلامی برای اون شکل گرفت. جمهوری اسلامی هم حقیقتاً از زبان مردم مطرح شد، بعد همه پذیرفتن که گفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. خب اون هدف اصلیه که جمهوری اسلامی به وجود آمد و آزادی و استقلال هم از شرایط تحقق این هدف. برای اینکه این حالت رسمیت پیدا کنه جمهوری اسلامی، برخلاف همه انقلاب‌های دنیا، برای اولین بار رهبر انقلاب ایران آیت الله امام خمینی دستور دادن که رفراندوم بشه، نظر مردم رو به طور رسمی بگیریم، که با رفراندوم هم معلوم شد که نزدیک 99% مردم همین هدف رو قبول دارن. اون چه که مردم خواستن و رهبرشون امام خواستند و همه مردم ما هنوز در انتظار تکمیل اون هستن، جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی دو تا مقوم داره، یکی حالت جمهوریت، یکی اسلامیت. جمهوریت با رأی مردم شکل میگیره، اسلامیت اون جاییست که جمهوری اسلامی باید در اون چارچوب عمل بکنه که چیزهای زیادی رو باید مراعات کنیم. مهمترینش در اینجا مسئله ولایت فقیه. راهکارهای ما در انتخابات هاست دیگه، تبلوری برای اراده مردم، خواست مردم. ما بهتر از انتخابات ها نداریم. و جالبه که شما میبینید همه امور کشور ما به انتخاب ها برمیگرده. انتخاب رهبری که به دلیل خیلی تخصصی بودن اون مسئله تشخیص شرایط رهبری دو مرحله ای شده. بعد انتخابات مجلس هاست که انتخاب رئیس جمهور که
از بین رئیس جمهور منتخب مردم و مجلس منتخب مردم و تأیید رهبری که باز منتخب مردم هم دولت شکل میگیره و انتخابات شوراها هست که در سراسر کشور روستاها و شهرها و استانها همه در جریانه. بنابراین ما بعد مردمی کاملا مشخصه که این جمهوریته و بعد اسلامیش رو هم ما تضمین کردیم در قانون اساسیمون و اون هم ولایت فقیهه که خبرگان به خاطر این که تخصص شناخت فقیه اصلح رو دارن اونها متکفل این هستن، اونها رو مردم انتخاب میکنن که ما این دوتا انتخاباتی که در پیش داریم هم انتخابات مجلس هم انتخابات خبرگان مقوم جمهوری اسلامیه. انشاءالله ما به هدفمون که رسیدیم و در حال تکامل باید باشیم، باعث بشه که بعد از این اگر نقصی داریم اینا رو جبران کنیم. خبرگان به این دلیل پیش آمد، امام در سخنرانی های اولیهشون فرموده بودند که من قانون اساسی رو اصلاح می کنم و قانون اساسی جدید می نویسم، چون در گذشته قانون اساسی همیشه با تشکیل دو تا مجلس، سنا و مجلس شورای ملی تشکیل می شد، امام هم همون تعبیر رو کردند. منتها ما در اون موقع دیگه نه مجلس شورای ملی داشتیم نه سنا. بحث شد تو شورای انقلاب که چه کار بکنیم، پیشنهادهایی شد، رفتیم خدمت امام، در قم بودن موقعیشون، شورای انقلاب رفت اونجا که ما حالا که اونجوری نیست چگونه باید قانون اساسی رو از نو بنویسیم. نتیجه بحث این شد که خبرگانی تشکیل بشه. اون خبرگان با خبرگانی که الان ما داریم تفاوت داره. اون خبرگان برای تدوین قانون اساسی آمده بود. کلمه خبرگانم و چه خبرگان هر دوش نشون میده که شرط این کار خبرگیه و دانشه و اطلاعات کافیه. این از این جهت شد که ما قرار گذاشتیم که در خبرگان ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شرط اجتهاد رو و عدالت رو با هم داشته باشیم که هم بتونن بفهمن و هم بتونن به خاطر عدالتشون درست نظر بدن. خوشبختانه انتخابها فراوان انجام شده و همه انتخاباتی که کردیم هم بعد اسلامی در نظر بوده، هم بعد جمهوری و مردمی، این تا مراعات شده. متاسفانه در سالهای اخیر هر دو بعد یه مقدار تضعیف شده که انشاءالله این انتخابات نتیجهش این باشه که تقویت کنیم. در بعد مردمی اشکالاتی که در انتخابات ها گاهی دیده میشه از لحاظ تبلیغات، از لحاظ تایید صلاحیت ها، رد صلاحیت ها و امثال اینها. در بعد اسلامی هم خب ببینیم ما در کشوری که بنا بوده همه چیزش اسلامی باشه بد اخلاقی های فراوانی میبینیم. خانواده که بنا بوده بنیان جامعه بشری باشه و به خصوص اسلامی باشه، خانواده رو تا حدودی متزلزل کردن، طلاق ها زیاد شده، ازدواج ها کم شده و فسادهای اخلاقی از نوع تهمت زدن و نزاع‌ها و درگیری‌ها و دروغ گفتن‌ها اینا هم زیاد شده. یعنی ما الان در بعد اسلامی بودنمون در عمل این مشکلات رو داریم و در بعد مردمی بودنمون هم عرض کردم در انتخابات‌ها اون نقاط ضعف هست که باید ما اینا رو جبران بکنیم. ما وقتی که خبرگان رو آوردیم در
این نهادهای اساسی کشور، قانون اساسی اون زمان ما گفته بود اگر کسی مثل امام که رهبر شدند به طور طبیعی و همه مردم هم اکثریت قاطع مردم همینشون رو قبول داشتن، همین کافیه میشه رهبر. ولی اگر این طور چیزی نبود یه شورای تشکیل میشه و اون شورا رو باز مجلس خبرگان باید تشکیل بشه، اون شورا رو تشخیص بده افرادی که برای چند شورای لازمند. چون امام زنده بودن ما رهبریمون همون وضع سابق رو داشت، امام اواخر عمرشون توجه کردن که تشکیل شورایی از مراجع، اونجا شورای مراجع بود نه مجتهدین، شرطش مرجعیت بود، در آینده مشکل میشه. علنا گفتن که من فکر میکنم که شورا اونم از مراجع کار مشکلیه، دستور دادن قانون اساسی در چند زمینه اصلاح بشه که یکیش همین بود. در حال اصلاح و بازنگری بودیم ماها که امام رحلت فرمودند. خب ما باید فوراً ولی فقیه رو مشخص کنیم، چون مشروعیت نظام با ولایت اون درکنه دیگه، مشروعیت نظام رأی مردمه و ولایت، و ولایت هم با رأی مردمه. مشکل شد. ما اولین جلسه ای که گرفتیم، همون یه روز هم البته کار رو باید تموم میکردیم، اون جلسه ای که گرفتیم از اول یه بحث اختلاف نظری پیش آمد که آیا شورا باید انتخاب بکنیم که الان تو قانون اساسی است یا فرد. بحث جدی شد، بیشتر وقت جلسه رو گرفت و رأی گرفتیم. 35% به شورا رأی دادن و 45% به فرد. خب این تمام شد، بنا شد فرد باشه، چون تصمیم با خبرگان بود. وقتی که بنا شد فرد باشه، جمعی از علمای قم که در جلسه بودن آیت الله گلپایگانی رو پیشنهاد دادن. بحث زیادی شد، ایشون رأی نیاوردن، 14 رأی آوردن که همون 14 نفری بودن که امضا کرده بودن. فرد دوم رو ماها اعلام کردیم که آیت الله خامنه‌ای بودن به عنوان رهبر فرد. من جلسه رو اداره میکردم. من گفتم ببینید تا حالا قانون نبود، با تصویب خبرگان قانون شد فرد. خب برفرض شما نپذیر یه فرد دیگری خواهد بود، جلسه تشخیص میده شما. ایشون عکس العملی نشون ندادن و نشستن و جلسه ما این رو حمله بر رضایت کردن دیگه. رأی گیری کردیم برای ایشون، نزدیک به تمام حاضران رأی دادن. قبلی 14 رأی بود، این دفعه نزدیک به اجماع بود، البته اجماع کامل نبود، حدود 70 نفر رأی دادن. خب تمام شد. البته یه مسئله پیش آمد، گفتیم خب قانون اساسی چون هنوز تو شوراست صبر کنیم بازنگری تمام بشه. بعد از اینکه بازنگری تمام شد و بر اساس قانون اساسی جدید که رفراندوم میکنیم، دوباره رأی گیری میکنیم که این کار تمام شد، در شورای بازنگری رأی به فرد دادیم و بعدم آمدیم در اون جلسه خبرگان رأی گیری کردیم. این بار آیت الله خامنه ای به اجماع که دیگه مخالفی نبود، شاید یک نفر فقط رأی نداد، من درست یادم نیست، اینا تو کتابی نوشته شده، ایشون انتخاب شدن. و از اون گذشته تا به حال ما واقعا راضی هستیم. یعنی اون چی که انتخاب کردیم، من در مصاحبه ها همیشه گفتم ما تا کنون بهتر و مناسب تر از آیت الله خامنه ای کسی رو نمیبینیم در فقهای موجود که بتونه کشور رو اداره بکنه، چون شرطهای بسیار مشکلی داره. یکی اینکه افقه یا فقیه‌تر، عالم‌تر باشه، عالم باشه لااقل بتونه در حد مرجعیت
در این حد که بتونن مردم تقلید بکنن ازشون. دوم این که باید عدالت داشته باشه. سوم این که باید مدیریت داشته باشه. چهارم این که باید متقی باشه. پنجم این که باید بینش سیاسی و اجتماعی قوی داشته باشه که برای فقیه مناسب تشخیصش مشکل. لذا دو مرحله ای شد که مردم افرادی رو معرفی کنن که هم اونها که هم مجتهد هم عادل، اما اونها بیان مناسب ترین رو انتخاب کنن. الان ما واقعا مجموعه مقررات زیربناییمون همه خوبه، همه مردمی است، به مردم برمیگرده و همه بر اساس شریعت و اسلامی است. حالا دیگه بستگی به عمل ما داره که ببینیم چجوری بتونیم اجرا بکنیم. این بسیار مهمه. من میبینم چیزهایی آدم میبینه در انتخاباتها که با اون روح اسلامیت و مردمیت همیشه نمیتونیم 100% بگیم درسته، ولی نسبتاً در انتخابات‌های دنیا جزو انتخابات‌های خوبه. همیشه ما مشارکتمون زیاد بوده و تا این سال‌های اخیر کمتر مشکل داشتیم. سال‌های اخیر مشکلاتی پیش آمد و ما انتظارمون از این دو انتخاباتی که در پیش داریم این است که انشاءالله بتونیم این وضع رو تقویت کنیم، یعنی هم بعد اسلامی رو تقویت کنیم، کاری بکنیم که این مشکلاتی که عرض کردم از لحاظ اسلامی در کشور ما هست اینا رو مشکلات رو برطرف بکنیم و یک جامعه سالم داشته باشیم، و هم از جهت مردمی انتخابات به گونه ای باشه که واقعا نظر مردم باشه. اینجا توصیه ای که من به مردم دارم این است که سعی کنن همه پای صندوق رای بیان. این انتخابات بسیار سرنوشت سازه. شرایط منطقه در بدترین وضعه. اطراف ما کشورها درشون جنگه و ناامنیه و واقعا خطر جنگ های بزرگ منطقه‌ای در پیشه. ابرقدرت ها دارن دخالت میکنن. ما باید خودمون رو از لحاظ ساختاری تقویت بکنیم، ساختارمون خوب عمل بکنیم. خوب با حضور مردم در این انتخابات من قول میدم که چند پله وضعمون بهتر میشه در دنیا و واقعا به عنوان یک کشور متمدن مسلمان مترقی نمونه شناخته میشیم. مردم از این دریغ نکنن و هر کس هم میخوان رأی بدن دیگه. بالاخره تبلیغاتی است الان صدا و سیما داره برای خبرگان خیلی به صورت عادلانه تبلیغاتی طراحی کرده که تبلیغاتشون از صدا و سیما میگن. نمایندگان هم در ابزار تبلیغات خودشون باید آزاد باشهشون، آزادی هم شرطه. و در اون شرایط میتونیم ما تقریبا همه مردم کسانی رو دارن که به او رأی بدن. ممکنه اشکالاتی داشته باشن، این اشکالات قابل رفع باشه یا نباشه بحث دیگری است. در همین شرایطی که من عرض میکنم با شما این است که مردم میتونن رأی بدن. خواهش میکنیم خانوم ها، آقایان و جوانانی که میتونن رأی بدن همه با یه صندوق ها بیان، یک انتخابات بسیار پرشور و سالمی داشته باشیم و از این به بعد هم همه سعی کنن دست از اهانت ها و تخریب ها و دعواها بردارن. از اینجا دیگه رأی مردمه، انتخاب مردمه، بگذارن مردم هرچی تشخیص دادن رأیشون رو بدن. اگر این اتفاق بیفته خدمت بزرگی شده برای تکمیل هم اسلامیتمون و هم تکمیل مردمیتمون، یعنی جمهوری اسلامی واقعی. در این صورت دو مقوم جمهوری اسلامی تثبیت میشن و انشالله برای همیشه تا ظهور امام زمان این انقلاب برپا باشه و این مردم ما هم راضی باشن انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.